اگر تابع اف در تمام نقاط حد داشته باشد مقدار اف س کدام است خب پس این دو تا شرط رو می‌بینید قدر مطلق داره بعد از سال دهم ده این قدر مطلق رو یه ذره درستش کنیم قدر مطلق ایکس بزرگتر از یک باشه اینجوری نبوده یا ایکس بزرگتر از یک بوده یا ایکس کوچکتر از منفی یک بوده اگر قدر مطلق ایکس بی... کوچکتر از کوچکتر مساوی یک باشه پس ایکس بین منفی یک بوده تا یک چون در تمام نقاط حد داره من میرم حد دو یه بار تو یک یه بار تو منفی یک بررسی میکنم بیا اینجا اول تو یک میگم لیمیت f x بره به سمت یک از راست باید برابر بشه با لیمیت f x میل میکنه به سمت یک از چپ یک راست کدوم بالاییه اینها این یک راسته یک بذار توش میشه آه به اضافه بی مساویه یک چپ کدومه از یک کمتر ها تو اینه بذار تو پایینی دو یکی دو تا بذار فکر میشه سه این داشته باش حالا بریم رو منفی یک میگم آقا لیمیت اف ایکس میل کنه به سمت منفی یک از راست باید برابر باشه با لیمیت اف ایکس وقتی ایکس میل میکنه به سمت منفی یک از چپ منفی یک راست کجاست اینجاست نه تو اینه منفی یک بذار توش میشه منفی دو به اضافه یک میشه منفی یک منفیه که چپ کدوم اینجاست تو اینه دوباره بذار تو همین منفی یک که به تمانه دو میشه یک زبدار آ میشه آ منها یک در بی هم میشه منفیه بی حالا اینو میخوام با این دستگاه حلش کنم ب با منفیه ب میره دو آ میشه دو پس آ میشه یک حالا که آ بشه یک بی میشه دو چی میخواد سوال ازمون اف سه رو میخواد بچه ها سه تو کدوم ضابط هست تو زابط بالاییه آ که شده یک بیام شده دو سه بزار توش میشه یک زب داره سه به توان دو که میشه نه به اضافه بی دو بود دو تا شش تا شیش و نه پونزده واقعا گزینه شماره دو خواهد بود